زیبا و متفاوت لوندویل. در هر حال رفتیم تو 41 سال از انقلاب و پر از بالا پایین. سه نسل عوض شده، وارد نسل چهارم داریم میشیم و نسل چهارممون شاید بی‌نظیرترین و بهترین هستن از این نظر که همه تجربیاتی که در این 40 سال خلاصه شده رفته در تک تک سلول های این بچه ها. مثلا در دهه 60 ما عمر تربیتی وحشتناکی داشتیم، بچه همونو وقتی با تن لرزه میفرستادیم به مدارس نگرانشون بودیم، ولی ما به عنوان پدر و مادر فقط نگران بودیم. ضرباتی که بچه های ما در دهه 60 خوردن الان دارم پس میدم. در مورد آقای بوسوقی که آقای حسینی به هر حال هم تلاش کردن، هم زحمت کشیدن، هم در آمریکا سعی کردن که فضای دوستی به وجود بیارن، منم ازشون تشکر میکنم. ولی اگر بهروز بوسوقی در سال 58 در ایران بود تیکه تیکش میکردن. تا سال 61-62 که یه جورایی ما هم مؤثر بودیم در حوزه فعالیت فرهنگی این مملکت، به هیچ عنوان نمیذاشتیم سانسور وارد حوزه فرهنگ و هنر بشه. در سال 58 و اوایل 59 600 اثر نمایشی روی صحنه رفته، زمانی که سینما بسته بوده. ما بهترین هنرمندامون رو در طی سالها از دست دادیم، اگرچه حضور دارن. ما نخبه‌هامون در ایران هستن، در این 40 سال با بقیه رشد کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن و امروز پر از تجربه، آرزو، امید به آینده بهتر هستن. آقای حسینی به نمایندگی این نسل رفته در آمریکا، از اون بازمونده اگر کسی مونده دعوت کرده که بلندشه بیاد ایران. نکته بعدی که میخوام به شما بگم اینی که ما در اون دو تا حوزه که الان تخصص من هستش، تئاتر و سینما، ما در بهترین شرایط از نظر نیروی انسانی و توان کیفی کارها هستیم، آثار هستیم. منتها در مقابل این همه انرژی و فعالیتی که دارن این دو سه نسل اخیر انجام میدن، مقاومت‌های رو به عقب رانده شده حاکمیت هم داریم. هیچ حرکتی اگر قرار باشه به شکل اجتماعی تر بشه و میدانی عمل بکنه و موج به وجود بیاره، بدون کمک سیستم‌های امنیتی محاله، به خصوص در کشورهای شبیه ما. اگر میبینید در دو سه ماه گذشته ما بیشترین بحران‌ها رو در داخل تجربه کردیم، دخالت‌هایی بوده که اونها هم مؤثر هستن و مقصرن در این موجی که به وجود اومده. و نهایتاً همیشه ممیزهایی که از سال 62 اینها اومدن در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری نشستن تا الان، شاید بی سوادترین ها و کم توان ترین ها و نامحترم ترین آدم هایی بودن، تک و توک البته ممکنه که استثناءاتی هم باشه، که مانع شدن. شاید اگر اینها نبودن ما اینقدر سینمامون و تئاترمون رشد نمی کرد. جنگیدن در این 40 سال یک جنگ دائمی بین مجموعه نیروهای فرهنگی ما و نیروهای مدیریتی ما بوده، حاصلش رو
من به عنوان کسی که 70 سال رو گذروندم و دارم میبینم و شاهد همه فعالیت هستم، میخوام بگم که بهترین سرمایه ها رو داریم. امیدوارم که سانسور از حوزه فرهنگ و هنر حذف بشه تا هنرمندای ما شکوفا بشن. من با اکثر صحبتهایی که آقا حسینی کرد موافق هستم. متشکرم.